نه دقیقا مثل یه لوله خودکار هم زیر دیگه مشخص نیستن مثل اینجا مثلا اینا آره این عفونتی بود که اون یک سال میمه شما با برنامه ایمان مده رو پرد هیچ کدوم از اینا رو به قصد نشیگی من انجام ندادم فقط دنبا شده بود تا الان برنامه بچه گیر الان اعتیاد به کراک دارم مدت زیادی تزریق میکردم الان هلوشی یک ماهیه که از حالت تزریقی به کشیدنی تغییر روش دادم به خاطر اینی که دیگه بدنم جواب نمیده بعد به جز کراکم مجبورم موادای دیگری هم مصرف کنم مثل تریاک که به حالت طبیعی برگردم نه به حالت نشی اینجا هم دی آی سی هم شلتر صوبا دی آی سی ساعت 8 تا 2 بعد از ظهر سرویس رایگان به اینا داده میشه یه بعد غذای گرم چای حموم پوشاک و لباس شستن بعد از رفتن هم که مجددا سرنگ به اینا داده میشه و میرن مصرف میکنن وقتی که رفتن مصرف کردن یه گروه اتریشی ما داریم که پشت سر اینا میره برای جمع‌آوری سرنگ‌های آلوده شون یه خسته شده بودم نمیتونستم مواد مصرف کنم به خاطر این اومدم اینجا فشار خونت رو بگیرم ده سالمه دو سال مواد مخدر مصرف میکردم کراک و هروئین در سن 13 سالگی شروع کردم تا 15 سالگی ادامه دادم الانم 17 سالمه دو سالم ترک کردم پاکم بهبود یافتم سال 86 آمار معتادان رو بین 1,200,000 تا 1,800,000 نفر تخمین زده شد. در حال حاضر من فکر میکنم فعالیت‌های درمان و کاهش آسیب که در کشور داره انجام میشه باعث شده که نرخ رشد اعتیاد در کشور مهار بشه و سیر نزولی ما در نرخ رشد اعتیاد داشته باشیم. ما سالیانه 150,000 نفر مراجعه کننده به مراکز درمانی خودمون داریم که با احتساب مراکز ریکاوریمون و برنامه های کاهش آسیمون بالغ بر 212,000 نفر رو در سال تحت پوشش برنامه های خودمون داریم. نه چی شما؟ برای خودم
خیلی راحت ها. شما هر جا بری، هر منطقه هر جا بری خیلی راحت میتونی، یعنی دوبار یک کوسه رو بالا پایین کنی تو جنوب شهر، پولتو بگیری دستت، مواد میذارن تو دستت، مواد خیلی راحت تهیه میشه.